سال 41 چطور سالی برای جمهوری اسلامی ایران بود و آیا اتفاقات این سال این نظام را به نقطه شکننده رسانده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2. از 22 بهمن پارسال تا امسال سالی پر آشوب بر جمهوری اسلامی گذشت. 41 سال حیات حکومت اسلامی، تحریم‌های آمریکا علیهش به حدی بی سابقه رسید، منازعاتش در منطقه به شکلی جدی به جنگ نزدیک شد، به اجبار برای جبران کسری مالیش قیمت بنزین را یک شبه افزایش داد و یک هفته اینترنت را خاموش کرد و در سرکوب گسترده معترضان صدها نفر را کشت. تنها چند هفته بعد قاسم سلیمانی، یکی از مهمترین چهره‌های نظام جمهوری اسلامی که معمار سیاست منطقه‌ای حکومت به حساب می‌آمد، در عراق توسط آمریکا کشته شد. چند روز بعد ایران در تلافی به اهداف آمریکایی در عراق حمله کرد. در میانه این درگیری به یک هواپیمای مسافری شلیک کرد و 176 نفر دیگر را کشت و در برخورد با این حادثه واقعیت را پوشاند تا زمانی که به اجبار آن را اعتراف کرد. حالا تا کمتر از دو هفته دیگر قرار است انتخاباتی برگزار کند که تنورش هنوز هم داغ نیست. رهبر و رئیس جمهوریش از مردم می‌خواهند در انتخاباتی شرکت کنند که رقابت به شکلی بی سابقه، رقابت در بین بخش‌های محدود از نزدیکان به حکومت است. چالش‌های پیش روی نظام جمهوری اسلامی آیا این رژیم را به سرنگونی رسانده یا نزدیک کرده؟ آیا رویای مخالفان حکومت به واقعیت نزدیک شده؟ یا برعکس این حکومت با همه این مشکلات میتواند به این وضع تا مدت‌ها ادامه دهد؟ در برنامه امروز دو مهمان داریم. نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا. خانم توحیدی نویسنده کتاب فمینیسم، اسلامگرایی و دموکراسی در ایران هستند همراه ما، و همینطور احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس ایران، نماینده دور اول مجلس ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای سلامتیان، آیا شما هم با این گزاره موافقید که جمهوری اسلامی سالی پر آشوب رو پشت سر گذاشته و به پایان خط نزدیک، اونطور که مخالفانش آرزو میکنند؟ ببینید، قطعا سال پر آشوبی بوده، اما حتی نمیدونم کجاست به پایانش نزدیک باشه یا نه. علاوه بر این یک نکته رو بگم که در تابلویی که شما دادید از مشکلات جمهوری اسلامی، شاید از جمع اینها بر بیاد، اما یه عمده ترین مسئله وجود داره که من حداقل در این گوشه خودم روز به روز میبینم که جمهوری اسلامی اعتماد مردم رو در سطوح مختلف از دست میده. به ترتیبی که میتونم بگم سال گذشته سال عمده از دست رفتن اعتماد پروپاقرص‌ترین طرفداران جمهوری اسلامی نسبت به توانایی‌های جمهوری اسلامی برای حل و فصل مشکلات کنونی که با اون در لحظه کنونی دست به گریبان هست بوده. برای من هرگز ندیده بودم که به این اندازه. ببینید، بخش‌های مختلف جامعه ایران در ظرف 40 سال گذشته لحظه به لحظه، مرحله به مرحله، رویاهای خودشون رو، انتظاراتی رو که از جمهوری اسلامی داشتن از دست دادند، اما کم کم رسیده بود به یک حد اقل افرادی که کاملا میشد گفت به شکلی از طرق مختلف در کنترل شبکه‌های نفوذ حکومت بودند، که امید داشتن علارغم همه این مشکلات این نظام بتوانه از عهده مشکلات بر بیاد، یا بتوانه اصلاح پذیر باشه، یا بتوانه امروز آینده بهتری برشون تدارک ببینه. من سال گذشته رو سال از دست رفتن اعتماد ببینم. یه نمونهش فقط بهتون بگم، وقتی که جمهوری اسلامی در سال گذشته اوج اقبال عمومی به خودش رو مسئله مثل کشته شدن آقای سلیمانی رو بدونه، که در واقع یک ضربه مهم استراتژیک بشه و در یک مراسم تدفین و مراسم تشییع جنازه به اصطلاح بزرگی خودش رو بخواد به منصه ظهور برسونه، به نظر من نشان دهنده یک نظامی که امید خودش برای آینده حیاتش افزوده شده باشه نیست. نشان دهنده اینه که این نظام به یک نوعی خودش رو
در جلوی سرنوشتی که به نوعی داره به حیاتش گره میخوره میبینه. خواهی میتوهیدی، اونهایی که من برشمردم و بحران بیعتمادی که آقای سلامتیان به این بحث اضافه کردن، آیا به نظر شما اینها بحرانهایی هست که بتونه در واقع جمهوری اسلامی رو اونطور که مخالفانش میخوان و بخش عمده‌ای هم از مردم الان منتظرن ببینن که واقعا چه میشه، به پایان خط برسونه یا نه؟ فکر میکنید خیلی از رژیم‌ها با همه این بحران‌ها هم ممکن است سال‌ها ادامه داشته باشه؟ ببینید، در هر حال ما در وارد دهه پنجم عمر این رژیم میشیم، ولی بسیار با ناامیدی و بسیار با فروپاشی اجتماعی. حالا رژیم ممکنه که هنوز به خاطر اینکه قدرت داره، پول داره، اسلحه داره، هنوز روی پا هست، ولی بسیاری از پایه های خودش رو از دست داده. و نه تنها مسئله بیعتمادی که به درستی آقای سلامتیان گفتن، من میخوام بگم کشتن امید هم یکی از متاسفانه نتایجی بوده که سال گذشته به خصوص به بار آورد. یعنی خشم و کینه و دو قطبی کردن جامعه رو دامن زد و اون لایه های اون دایره خودی ها رو بسیار تنگتر و تنگتر شد و دایره غیر خودی ها گسترده تر شد. حتی بخشی از پایه خود رژیم که بهش مستضعفان می گفتن، اون سرکوب های آبان ماه و دو سال گذشته پشت سر هم که اعتراضات به حق مردم بود، بیشترش هم اقتصادی بود که به خیلی سریع سیاسی هم شد، اینها وقتی اینقدر بیرحمانه سرکوب شد، حتی خود اون زحمتکشانی که در اعتراض به گرانی بنزین تو خیابونا اومدن که به اصطلاح مستضعفان نامیده می شدن، اونقدر اینها زیر به اصطلاح دچار امید زدایی و اعتماد زدایی نسبت به رژیم و حکومت شدن که آقای خامنه ای اومد اصلا یه تعریف جدید از مستضعف داد. درسته. بعد فهمیدیم مستضعف و مستضعف لزوما کارگرا و زحمتکشا نیستن. مستضعف بازنگری که امر رو مثلا نمایندگان امامان و یعنی خود ایشون، یعنی بنده مثلا حکومتگران مستضعف هستن. این خیلی جالب بود که یک نوع توف سربالا بود برای خود سیستم که ما امروز میتونیم مستضعفا رو بکشیم. یعنی من میگم نه تنها فقط اعتماد در این سال بیشتر و بیشتر از گذشته از بین رفت، بلکه امید مردم هم گرفته شد. چرا؟ چون با این رد صلاحیت های گسترده که شورای نگهبان میکنه و تنگ تر شدن دایره خودی ها، دیگه کسی امیدی به اصلاحات خانم تویدی، معذرت میخوام، ولی بحث رد صلاحیت ها که بحث جدیدی نیست. سالیان سال هست که حکومت همینطور حالا هر دوره این حلقه رو تنگتر میکنه و یک انتخاب بین بد و بدتر، اونطور که اسمش رو میگذارن، شده یک رویه. حالا الان ممکن است که امروز یکی از شنونده هایی رو میگفت که الان دیگه انتخاب فقط بین بدترین هاست، بین بد و بدتر نیست. ولی حالا واقعیتش اینه که چه فرقی میکنه؟ در هر حال حکومت به نظر میاد که یه پایه مشارکتی 15 میلیونی داره و هر چقدر میگه بیاین رأی بدید و اینها، باز میخواد شاید این رو یه درصدی بالاتر ببره، ولی با همونها هم میتونه دوربین ها رو ببره جلوی صندوق های رأی بگه ببینید ما مشارکت هست و مردم علاقمندن و اینا. خب بله، اینا این کار رو خواهند کرد، تقلب هم خواهند کرد، ارقام رو هم چندین برابر خواهند کرد، به خصوص که وقتی دیگه رقیبی هم نباشه که اینا حتی دولت رو نمیگذارن. الان عملا همه چی در دست حکومت افتاده و سپاه، بنابراین این کارها رو خواهند کرد. ولی خب مردم هم در داخل ایران هم بین المللی نظارت میکنن. ببینین آنچه که در ایران در تیه به خصوص سال گذشته اتفاق افتاد، نه تنها در بطن و متن جامعه بود، یعنی مشکلات اقتصادی، ناامیدی، خستگی، کلافگی مردم، اینکه آینده ای نمیبینن، در درون خود نظام هم شکاف زیاد شده. خیلی ها از پایه های خود نظام هم دچار ناامیدی و بدبینی شدن.
یعنی امروز نه مجلس دیگه میتونه دخالت کنه، نه حتی دولت عملا کاریه، و بعد یعنی نه ارگانهای انتخابی همه تحت شعاع خیلی هر کس، یعنی مثلا نیروهای نظامی و دربار، یعنی مثلا حرم رهبر قرار گرفتن. و بعد در عرصه بین المللی هم حکومت بسیار باخت داشته، یعنی حتی اتحادیه اروپا دیگه بدبین شده و نمیخواد پشت حکومت رو بگیره. یعنی اینکه میخوام بگم در همه عرصه ها وضعیت بدتر شده. آقای سلامتیان، این چیزهایی که خانم توحیدی گفتن بحثی است که به هر حال بسیار دیگر هم به همین بر همین اساس ارزیابی میکنن که وضعیت جمهوری اسلامی خیلی بد هست، به نقاط خیلی حساسی رسیده. ولی آیا میشه گفت که این در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی اولین باره که به اینجا رسیده؟ خیلی ها میگن بابا جمهوری اسلامی در این تاریخ 40 سالش دائم با یعنی یک روند دائم در این برهه حساس کنونی همواره بوده، غیر از اینه همواره یک اتفاقی بوده میگفته این برهه حساس کنونی هست. آیا الان خیلی حساس تر از دفعه قبله؟ ببینید خانم، به من اجازه بدید من بهتون بگم برای فروپاشی نظام یه پایش فروپاشیه، یه پایه دیجم داره که در این که این فروپاشی انجام بشه یا نشه یا بشه چه شکلی انجام بشه تأثیر تعیین کننده داره. به طور کلی میتوانم در مورد انقلابای بزرگ دنیا بگم، اول یک انباشت نارضایتی هست که توی اون نارضایتی ناامیدی هم هست، همراه با اون یک انباشت امید به بهتر شدن وضعیته که این رو ممکنه یک جانشینی بتوانه ایجاد بکنه، ممکنه اعتقادات به این که بالاخره خوشبین باشن افراد تأمین بکنه، اون رو هم یکی از عوامل بگیرید. دوم عبارت از این که دستگاه حکومت توان ادامه حکومت قبلیش رو داشته باشه و مخالفین توان این که وعده اون رو بدن که بهتر بشه رو بدن. سومش عبارت از اینه که حرکت اجتماعی به وجود بیاد، نهادهایی باشه. از این نقطه نظرها جامعه ایران در ظرف 41 سال گذشته تغییرات عظیم پیدا کرده. یکی از دلایل اصلی سقوط شاه در نظام گذشته فروپاشیش بود. اگر خاطرات مسئولین اساسیش رو ببینم که گفتن، میتونم بگم بیش از 99% به این امر اعتراف میکنن که خلاصه شدن حکومت در یک فرد عامل اصلی سقوط بوده، فروپاشی بوده. به من اجازه بدید مراجعه بکنم به یک صحبت تاریخی که یک بار در مجلس چهارم مشروطه گفته شده، یک بار در مجلس چهاردهم، و اون عبارت از یک تشبیهی است که یکی از سخنگویان عمده این مجلس کرده، مرحوم دکتر مصدق، که کشور رو تشبیه کرده به یک کشتی و میگه اگر در یک کشتی فقط یک ناخدا باشه، اگر ناخدا براش مسئله پیش بیاد اون کشتی از بین رفته، اما در یک کشتی اگر چندین ناخدا باشند کشتی با از بین رفتن یک ناخدا از بین نمیره. امروز در جامعه ما بیش از هر زمانی این امر دو مرتبه تحقق پیدا کرده. علت اصلی سیاسی توازن قوای بین فروپاشی و جانشینی در نظام گذشته همین تک نفره بودن یک ناخدا بوده، یعنی جانشین شدن ارگان طبیعی یک انسان برای ارگان اداری پیچیده یک کشور. اگه به اجازه بدید بگم قدرت مطلقه ولایت فقیه که امروز در چهره سال خورده آقای خمینی تبلور میکنه، درست داره مصداق ناخدای واحد میشه که کسی خبر از بعد از اون نداره. اما جمهوری اسلامی در ساختار منظور خامنه ای هست، فرمودید خمینی، خامنه‌ای ببخشید، شبیه همان در یک جهات، اما تفاوتش درست در این نکته است که میخوام بگم جمهوری اسلامی بر مبنای یک نظام منسجم با امنیت و با نظم شکل نگرفته. در جریان یک سلسله ناامنی‌های بعد از همدیگه و اضطراب، من میگم جمهوری اسلامی آشوب زی و آشوب زاست.
هم آشوب ایجاد میکنه هم از آشوب بهره میبره. متناسب با این بله، جمهوری اسلامی هیچ ساختار تک واحد هرمی قبلی رو نداره، اما اونجایی که من میگم بی‌اعتمادی رو گسترش پیدا میکنه، امروز بی‌اعتمادی داره کم کم کار رو به جای میرسونه که هزینه آشوب هایی که جمهوری اسلامی ازش تغذیه میکنه رو برای مطمئن ترین پایگاه های خودش هم به حدی بالا میبره که میگم جمهوری اسلامی داره اتکای خودش رو حتی در درون تکیگاه خودش، یعنی اون 15 میلیونی که شما میگوید به هر قیمت پای صندوق رای میارن یا چندین ده هزار نفری که امروز در تهران راه پیمایی کردن، از دست میده. به علت چی؟ یکی از عواملش رو در همین حوادث ماه آبان گذشته میبینیم. ببینید ماه آبان گذشته از نقطه نظر جامعه شناسی سیاسی ایجاد عدم توانایی کنترل کردن وفادارترین بخش اجتماعی به تاریخ جمهوری اسلامی که حاشیه نشین شهری بود بود. بله. علت مسئله‌ای که پیش میاد سر مسئله مستضعفین این نکته است. و خب وقتی تزلزل تا اینجا بیاد، بی‌اعتمادی تا اینجا بیاد، من میگم پای چوبین این نظام سخت سست شده. صحیح. خانم تویدی، در تایید صحبت های شما آقای سلامتیان هم همون بحث آبان رو مطرح کردند، اما یک بحث دیگری که حالا در صحبت های ایشون هم به نوعی مستطر بود، این بحث صحبت های آقای روحانی هست. امروز او هم امروز میگه اگر شاه در دوران در سالهایی که در واقع زمامداری داشت، اگر اجازه میداد صندوق رای کارش رو درست انجام بده، سرنگون نیست، اتفاق نمیافتاد. این آیا به نظر شما معنیش این هستش که جمهوری اسلامی میدونه که با این وضع رو به سرنگونی میره، یا این رو میگه فقط برای اینکه خب خیلی حرفای قشنگی هست میشه زد؟ ببینید در یک مخمصه گیر کردن. از یک ور خصلتاً این حکومت دیکتاتوری فرد، اون هم دیکتاتوری رهبر مطلق، رهبری مطلق فقیه، ولایت مطلق فقیه، ولی از طرف دیگه میخوان ظاهر دموکراتیک هم داشته باشه، انتخابات همچنان ادامه پیدا کنه، اما میان عملاً انتخابات رو بی‌معنا میکنن با شورای نگهبان و تصویه های هر سال گسترده تر. امروز میبینید که 90% حتی نمایندگان فعلی مجلس رو رد صلاحیت کردن، بیش اکثر به خصوص 40% زنان درون مجلس رو. خب در چنین شرایطی تنها کسی که میتونه سیاست رو عوض کنه و یه مقدار امید تو جامعه ایجاد کنه و حداقل این فروپاشی اجتماعی صورت نگیره و افسردگی کامل غلبه پیدا نکنه، خود رهبر بود. خود رهبر اگر توان بصیرتش رو به قول خودش داشت که متاسفانه نداره، در سخنرانی آخرش دوباره آب پاک رو دست همه ریخت، همش از دشمن حرف زد، همش از جنگ و خصومت صحبت کرد، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات جامعه نداد، انگار اصلا در یه فضای دیگری زندگی میکنه. عملا بنابراین راه ها بسته شده، یعنی جامعه در... بذارید بحث رو ببریم روی شخص آقای خامنه ای. الان نامه های نوشته میشه که آقای خامنه ای کناره گیری بکنه. آقای سلامتیان هم در صحبتاشون گفتن که او تبدیل شده به یک آدم خودکامه ای که خب روشن هست خیلی های دیگه هم این نظر رو دارن. اما آیا با رفتن او مشکل جمهوری اسلامی حل میشه؟ به هر حال میدونیم که او سنش بالا هست، ممکن هست که اتفاق حالا رفتن او خیلی دور هم نباشه، اما آیا رفتن او مشکل جمهوری اسلامی رو حل میکنه، یا مشکل جمهوری اسلامی بنیادی تر از این حرف هست؟ ببینید هدف رفتن فیزیکی نیست که مثلا ایشون مریض بشه بمیره مشکلات حل میشه. یا وقتی میگیم استعفا دادن، وقتی استعفا بده، این حداقل خاصه خیلی قانونی، مدنی و رها از خونریزی و غیر است. وقتی این انجام بشه سمبولیک، یعنی بایستی بازبینی بشه در خود قانون اساسی که خب حالا با چی کار کرد. اصل ولایت فقیه رو اگه برداریم که یک بنیاد مهم این به اصطلاح ساختار سیاسی این نظام هست، بایستی که بنابراین قانون اساسی
بازبینی بشه. یعنی این قدم به قدمه، این به این معنی نیست که با صرف استعفای آقای خامنه‌ای حالا بعداً پسرش بیاد یا کس دیگه بیاد مشکل حل میشه. اصلاً حل نمیشه. منظور اینه که خود اصل ولایت فقیه حذف بشه، یعنی بیاد اصلا قانون اساسی بررسی بشه، مجلس مؤسسان جدیدی تشکیل بشه، انتخابات آزاد برگزار بشه، یعنی به صورت مسالمت‌آمیز به سوی یک حکومت دموکراتیک حرکت بشه، بدون خونریزی، بدون انتقامگیری و کشت و کشتار. ولی متاسفانه رهبری فعلی هیچ نوع بصیرتی نداره، آنچنان جزم و دوگم مونده روی برنامه‌های قبلیش که خب آخرش ممکنه جامعه رو به یا درون پاشی و یا فرو پاشی همه جانبه بکشونه. بحث دیگه، بحث یکی از چالش هایی که به روشنی پیش روی نظام جمهوری اسلامی هست، بحث جانشینی آقای خامنه ای هست. با توجه به اینکه در دور پیشین هم وقتی آقای خامنه ای جانشین آقای خمینی شد این چالش وجود داشت، اما اون موقع یکی مثل هاشمی رفسنجانی بود که زمین سازی بکنه و نتیجه بگیره از اون زمین سازی که میخواست. الان آیا اصلا چنین شخصیتی رو آقای سلامتیان میشه دید در فضای فعلی جمهوری اسلامی؟ آیا فکر میکنید اونطور که بعضی از ناظران میگن بحران جانشینی اون بحرانی هست که جمهوری اسلامی رو از تو در واقع نابود خواهد کرد؟ ببینید خانم، اگر من از نقطه نظر فکری هم می توانستم به نقش تعیین کننده شخصیت به خصوص در نظام های استبدادی باور داشته باشم، تجربه 40 ساله ایران، سقوط نظام سلطنتی و جانشینیش با ولایت فقیه و تبدیل شدن ولایت فقیه به مطلقه، کلن این امید و برداشت رو از ذهن من جارو کرده. اعتقاد به بهترین آدم ها که قبای استبداد و مطلق بودن قدرت رو به دوش بکشه یا روی صندلی قدرت متمرکز بخواد خوش نیتی داشته باشه و اصلاح بکنه ندارم. استبداد در تناسب قوا تعیین تکلیفش میشه، اما تناسب قوا اجباراً قوای باروت در برابر سیاست نیست. سیاست دارای نیروهای بسیار عظیم‌تری است. من معتقدم بالاخره سیاستی که بر تفنگ حکومت میکنه، نه تفنگ بر سیاست. متناسب با این یا وضعیتی که در ایران به وجود اومده تا این لحظه و وضعیت اضمحلاله میره تا اونجایی که برسه به سقوط اصفهان در دوره صفویه، یا اینکه این وضعیت هنوز جمهوری اسلامی میتوانه حداقل دینامیزمی داشته باشه که بتوانه در درون خودش تریاق خودش رو تولید کنه، پادزهر خودش رو تولید کنه. جایی غیر از اصل دوم قانون اساسی، اصل ششم قانون اساسی برای این پادزهر من نمیدیدم و نمیبینم. جمهوری اسلامی یا با خشونت، که یا خشونتی است که از بدنه جامعه میاد به زور عوضش میکنه، راه خروج رو در جلو خواهد گرفت، یا زور خارجی خواهد بود، یا تن دادن به حکمیت و داوری اصل ششم که عبارت از آن است که حق اداره کشور توسط انتخابات به عهده مردمه. این در همه انتخابات هست، هم تا در انتخابات ریاست جمهوری. اجازه بدید بگم آقای روحانی که من اینجا بسیار از ایشان ناراضیم در این که سرمایه امید مردم رو برای دفاع از اصل ششم برباد داده، امروز یه حرفی میزنه اما نمیگه نظام جمهوری، نظام شاه به علت انتخابات سرنگون شد، میگه انقلاب نمیکردیم. من به ایشون میخوام بگم و به همه میخوام بگم، ما امروز در وضعیتی هستیم که اگر اصل ششم به عنوان مبنای اصلی اداره کشور جای اصل پنجم رو نگیره، به طرف اضمحلال شدیدی میریم که انقلاب در اون یک بازی بسیار بسیار آرامی بوده است. خانم توحیدی، من به نظرم اومد که شما نسبت به آقای سلامتیان از یه نظرهای خوشبین‌تر هستید، چون به نظر میومد که هنوز در صحبت‌هاتون به نوعی من امید به اینکه یک اصلاحاتی، حالا نه به شکلی که اسم اصلاحاتی که از درون حکومت
میاد اصلاحاتی بتونه به شکل برگزاری مجلس مؤسسان و صحبتایی که شما کردید اتفاق بیفته شاید وجود داره. آیا فکر میکنید اصلا این راه در ایرانی که امروز میبینیم هست یا نه؟ نه متاسفانه برداشتتون درست نبود. من ایرانی بودم و خیلی سعی کردم و معمولا هم آدم خوشبینی هستم، اما متاسفانه هیچ جای خوشبینی باقی نگذاشتن این آقایان و خانم‌های مطیع این آقایان در حکومت، برای اینکه همه راه‌ها رو بستن. و من فکر می‌کنم من خودم برای اولین بار با اینکه خب رأی ندادم هیچ وقت چون نبودم و در شرایطی هم نبودم و نمی‌خواستم هم دخالت کنم در مورد ایران، ولی الان با صدای بلند میگم دیگر نباید رأی داد، چون واقعا توهین‌آمیزه. به ما دارن میگن که هیچ کس رو که نمایندگی بکنه، حتی از جناح‌های منتقد حکومت ما نمیگذاریم شرکت کنن در به اصطلاح نمایندگی بدن، داوطلب نمایندگی بشن، ولی شما حتما باید بیاین به زورم که شده رأی بدین. یعنی حتی تهدید میکنن، میگن هر کس رأی نده جهنمیه، نمیدونم غلط میکنید که رأی ندید. همه اینا اتفاقا من نوعی رو بیشتر مصمم میکنه که نباید به این زورگوها و بی‌انصاف‌ها و دیکتاتورها رأی داد دیگه، چون وجاهتی ایجاد میکنه بهشون که ما نمیخواییم در وجاهت دادن و مشروعیت دروغین بخشیدن بهشون همکاری کنیم. بنابراین من نه متاسفانه کاملا هم از آقای خامنه‌ای امیدم، ایشون البته هیچ وقت نماینده من نبودن، اما حداقل امیدوار بودم که جلوی خونریزی و فروپاشی ایران رو بگیرن، ولی با این به نظر من با پیرتر شدن یه مقدار کنزه‌تر هم شدن متاسفانه و نمی‌بینن واقعیت رو واقعا. خانم توحیدی، آقای سلامتیان، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که بیننده صفحه دو بودید. برنامه رو میتونید به صورت پادکست بشنوید یا میتونید روی کانال یوتیوب ما تماشا کنید. شب و روزتون خوش.